بسم الله الرحمن الرحیم. ما ادریس توکل هستم و می خواهم سر موضوع حق آزادی بیان صحبت کنم. حق آزادی بیان از جمله حقوق بشری اساسی و طبیعی انسان ها در یک جامعه به شمار می رود. این حق زیربنای تمام حقوق مدنی و سیاسی شهروند است. آزادی بیان گرانبهاترین حقوق انسان و سنگ محک تمام آزادی هاست و جزء حقوق طبیعی هر انسان به شمار می رود. میان آزادی بیان و دموکراسی رابطه بسیار نزدیک وجود دارد. این آزادی تنها در دموکراسی تحقق پیدا می کند و دموکراسی نیز بدون آزادی بیان کدام مفهوم و معنا ندارد. برخورداری از آزادی بیان بنیادی ترین حق رسانه و یک شهروند است. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان آن را نیز امضا کرده است و با آن ملحق شده است، در ماده 19 خیش حق آزادی بیان را تضمین نموده و این حق را شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهی یا به صورت نوشته و یا به صورت چاپ می داند. قانون اساسی افغانستان که حیثیت قانون مادر وثیقه ملی و عالی‌ترین قانون را دارا می باشد، این حق را در ماده 24 خیش تضمین نموده و بیان می دارد که آزادی بیان از تعرض مسئول می باشد. هر افغان حق دارد فکر خود را به هر وسیله یا وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا هر وسیله دیگری طبق احکام مندرج این قانون اظهار نماید. قانون رسانه های همگانی افغانستان با رعایت ماده 34 قانون اساسی افغانستان و ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را در ماده 4 خیش به رسمیت شناخته. طبق که میگوید طلب و حصول و انتقال معلومات، اطلاعات، نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت، تهدید از طرف مسئولان دولتی شامل این حق می داند. رسانه ها به مثابه چشم و گوش یک جامعه مدنی است. اگر این اعضا کار نکنند، به یقین شهروندان نمی توانند در مورد سرنوشت خویش و جامعه تصمیم لازم اتخاذ نمایند یا در حیات اجتماعی خود سهم ارزنده ایفا نمایند. با توجه به این ماده حق سانسور و مداخله را از دولت و اشخاص حقیقی و حکمی سلب نموده و تصریح می دارد که هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور و یا محدود نماید مگر طبق احکام قانون. با توجه به تفسیر ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان تابع محدودیت ها و شرایط خاص می باشد. به این معنا که آزادی بیان در شرایط خاص می تواند یک حق مطلق نباشد و در شرایط خاص که در دکترین و قوانین نخاص پیش بینی شده می تواند بعضی از محدودیت ها را دارا باشد. که این محدودیت ها باید سه شرط را پذیرا باشد. یک، این محدودیت ها بر اساس قانون باشد و قبلا در قوانین کشورها پیش بینی شده باشد. بدین معنا که این محدودیت باید در قانون پیش بینی شده باشد و رفتار دولت استوار بر اساس یک قانون باشد تا مشروعیت عمل وی از اراده مردم جامعه سرچشمه بگیرد. دو، محدود کردن حق آزادی بیان با هدف مشروع جایز است. اهداف مشروع می تواند شامل امنیت ملی، سلامت اخلاقی و حقوق و حیثیت دیگران تعبیر شود. و سه، داشتن چنین محدودیت و قیدات ایجاب و مستلزم یک جامعه دموکراتیک باشد. مهمترین دستاورد بزرگ و مهم افغانستان در 20 سال گذشته توصیه رسانه ها و تقویت حق آزادی بیان بوده است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که مردم افغانستان در کنار تمامی مشکلات و چالش هایی که در این کشور و در این خطه باستانی وجود داشته، آزادی بیان را به عنوان یک ارزش تغییر ناپذیر یافته و در برابر دشمنان آن استادگی می کنند. هر روز در افغانستان شاهد حملات
و سوء قصد ها علیه خبرنگاران کشور می باشیم که این خود یک حمله بر حق آزادی بیان است. انتظار می رود که تیم اعضای مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکره با طالبا و سایر گروه های تروریستی این حق را خط قرمز دانسته و با تمام توان از این حق دفاع، حراست و حفاظت نمایند. تشکر.